در ایران جواد اوجی وزیر نفت تلاش روسیه برای تصاحب بازارهای نفتی ایران رو به صورت تلویحی تایید کرده و گفته ما مشتریای خودمون رو در بازار داریم و بازارهای جدید رو هم شناسایی کردیم و این روند با قدرت ادامه داره. خبرگزاری رویترز هم پیشتر در گزارشی نوشته بود در پی افزایش صادرات نفت روسیه به چین، صادرات نفت ایران به این کشور کاهش پیدا کرده. در همین زمینه گفتگویی دارم با امید شکری، کارشناس سیاست خارجی و ژئوپلیتیک انرژی از استانبول ترکیه. آقای شکری درود بر شما. ایران برای فروش نفتش همین جوری هم تخفیف‌های فراوانی میده؟ اینکه روسیه تخفیف بیشتری داره میده که چین رو جلب کرده یا موضوع دیگه‌ای باعث شده؟ بله، میدونید که در دوران اوباما ایران برای اینکه بتونه بخش از سهم خودش رو در بازار حفظ بکنه اقدام به فروش نفت با قیمت بسیار پایین و با بیمه تانک نفتکش‌ها به چین و برخی کشورهای شرق آسیا نمود. در حال حاضر و پس از اوکراین و حمله روسیه به اوکراین، وقتی که روسیه با تحریم‌های سنگین اروپا و آمریکا مواجه شد، بهترین روش برای تداوم فروش نفت روسیه ارائه تخفیف به مشتریان سنتی از جمله چین بود که یکی از مشتریان عمده نفت روسیه هستش. در حال حاضر با توجه به اینکه قیمت نفت در بازار بالاست و بالای 110 دلار در هر باشی هستش، روسیه چاره‌ای به جز ارائه تخفیف بیشتر به مشتریان خودش از اون چین نداره و چین هم فرصت رو برای افزایش خرید نفت از روسیه و ذخیره کردن اون در ذخایر استراتژیک نفت مناسب یافته. و در دوران کرونا وقتی که در سال 2020 قیمت نفت منفی شد، چین بزرگترین برنده تحولات بازار جهانی نفت بود و با استفاده از قیمت پایین نفت تونست نفت زیادی رو در انبارهای خودش ذخیره بکنه و اگر در آینده به صادرکننده نفت تبدیل شد نباید تعجب کرد، چرا که در این بازه دو ساله نفت بیشتری رو از بازار خریداری کرده، هم در دوران کرونا، هم نفت ارزان ایران تا ماه قبل و همین در پس از 24 فوریه و حمله روسیه به اوکراین، پکن فرصت رو بسیار مناسب یافته و نفت رو به قیمت بسیار ارزان‌تر از بین 20 تا 30 دلار تخفیف در هر بشکه از مسکو خریداری میکنه و این معنای کاهش. آقای شکری ببخشید، پس شما معتقدین که مسکو ارزان‌تر داره نفتشو میده؟ یک سوال دیگه، اینکه گرفتن بازار محدود ایران برای فروش نفت یه جور باج‌خواهی روسیه از ایران تلقی نمیشه؟ میدونی که بازار جهانی نفت دینامیک‌های خاص خودشو داره. در دوران اوباما هم نفت اورال روسیه و نفت کرکوک عراق که خواص شیمیاییشون شبیه نفت خام ایران بود، تونستن سهم ایران رو هم در بازار منطقه‌ای و هم در بازار جهانی به خود اختصاص بدن. وقتی در بازار جنسی برای فروش وجود داره و رقابت برای فروش بیشتر از تقاضا هستش، طبیعی هستش که خریدار با شرایط مد نظر خودش و با تخفیف بیشتر میتونه این جنس رو خریدار بکنه. وقتی ایران نمیتونه در به خاطر تحریم‌ها و روسیه به خاطر تحریم‌ها نفت رو به قیمت رسمی بفروشه، مجبورن که با ارائه تخفیف خاص نفت رو به مشتری اصلی که چین هستش بفروشن. و با شما هم موافق هستم که خب روسیه هم میتونه از اهرم تخفیف بیشتر برای اعمال فشار سیاسی به ایران در عرصه روابط بین‌الملل هم استفاده بکنه. خیلی کوتاه میشه برای ما بگین وزیر نفت گفته تلاش ایران برای پیدا کردن بازارهای جدید ادامه داره، تا چه حدی فکر می‌کنین موفق بشه برای بازارهای جدید ایران؟ وقتی میزان عرضه و تقاضا در بازار مشخص هستش و کشورها فعلا به طور کامل از نتونستن آثار شیوع کرونا را در اقتصاد خودشون بهبود ببخشن، یعنی نفت تقاضای برای نفت بیشتر در بازار نیست، مگر اینکه ایران بخواد با قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت نفت روسیه به کشور ثالث نفت بفروشه، که خب در موقع شاید میشه گفت که ایران بتونه شاید بازاری برای خودش پیدا بکنه. ولی نکته مهم‌تر این هست که کشور ثالث خریدار باید با تحریم‌های احتمالی آمریکا هم دست و پنجه نرم بکنه، که فکر کنم هیچ کشوری بجز چین که به خاطر برخی شرایط بین‌المللی میتونه تا حدی در مقابل فشار آمریکا تاب‌آوری بکنه، بخواد در مقابل فشارهای احتمالی واشنگتن بخواد از خودش عکس العمل نشون بده و بله. برخلاف تحریم ها اقدام به خرید نفت ایران در بازار خاکستری بکنه. سپاسگزارم از شما. امید شکری، کارشناس سیاست خارجی و ژئوپلیتیک انرژی از استانبول ترکیه.